این نشست بخشی از فشار دیپلماتیک اوکراین برای کسب حمایت فراتر از حامیان اصلی غربی خود از طریق ارتباط با کشورهای در حال توسعه موسوم به جنوب جهانی است که تمایلی به جانبداری در این درگیری ندارند. با این حال مشخص نیست که آیا این گفتگوها به میزبانی عربستان سعودی به ارائه بیانیه مشترک منجر شود یا خیر. روسیه در این نشست شرکت نمی‌کند، هرچند کرملین گفته است که این مذاکرات را زیر نظر خواهد داشت. مقامات بین‌المللی اوکراینی و روسیه میگویند که در حال حاضر چشم‌اندازی برای گفتگوهای مستقیم صلح میان اوکراین و روسیه وجود ندارد، زیرا جنگ ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی در پیام روزانه خود برای مردم اوکراین با تقدیر از عربستان سعودی بار دیگر به اشاره به فرمول 10 ماده خود خواستار خروج نیروهای روس از سرزمین‌های اشغالی به عنوان شرط اصلی تحقق صلح شد. من از عربستان سعودی به خاطر فراهم کردن بستری برای گفتگو سپاسگزارم. اخیراً نشستی در همین زمینه در کوپنهاگ برگزار شد. گام به گام به سوی نشست جهانی برای صلح پیش می رویم. بسیار مهم است که جهان بفهمد که همه در جهان از پایان عادلانه تجاوز روسیه سود خواهند برد که شامل آزادسازی سرزمین اوکراین از اشغالگران و به معنای بازگرداندن احترام کامل به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است. پاکسازی تمام خطرات ناشی از روسیه علیه امنیت اوکراین و جهانی به معنای بازگرداندن آرامش در روابط بین المللی و ثبات به زندگی جهانی است. من از همه کسانی که از فرمول صلح حمایت می کنند و به تلاش های مشترک برای اجرای کامل فرمول صلح پیشنهادی هم پیوستند تشکر می کنم. چین و هند پر جمعیت ترین کشورهای جهان که از ابتدای تجاوز نظامی روسیه به اوکراین از درخواست آمریکا و غرب برای محکوم کردن اقدام کرملین سرباز زدن، در این نشست به میزبانی عربستان سعودی که خود کانال‌های ارتباطی با کیف و مسکو را در سطح بالایی حفظ کرده شرکت دارند. علاوه بر شرکت حضوری دو نماینده چین و هند از گروه بریکس، نماینده آفریقای جنوبی هم شرکت دارد، اما نماینده برزیل به صورت مجازی در این کنفرانس شرکت می‌کند. یک مقام کاخ سفید به رسانه‌ها گفت جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عنوان نماینده ایالات متحده در این نشست شرکت دارد. دولت جو بایدن که رهبری جهانی کمک نظامی مالی به اوکراین را بر عهده دارد، گروه 7 و کشورهای عضو ناتو را متقاعد کرده است که تا زمانی که کیف در ادامه تقابلش با روسیه به کمک نیاز داشته باشد، آن را تامین کند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.